بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. ماه مبارک رمضان، ماه بندگی، ماه توبه، ماه استغفار. امیدوارم که همه ما جز بندگان خوب خدا و مهمانهای ویژه خدا محسوب بشیم. در این ماه مبارک رمضان اتفاقات تلخ و شیرینی هست که باید شیعه از این حوادث بهترین استفاده و بهره برداری رو برای بالا بردن سطح فرهنگی مردم و ملتش برداره و استفاده بکنه. یکی از اتفاقات تلخی که در ماه مبارک رمضان ایجاد شده، روز دهم ماه مبارک رمضان، روز وفات یا بهتر بگم شهادت مظلومانه مادر حضرت زهرا، مادر بزرگ سادات، حضرت خدیجه کبرا، ام المؤمنین سلام الله علیها است. توقع اینه که ما برای این بانوی عزیز اسلام که تمام هستی خودش رو فدای اسلام و رسول خدا و دین خدا کرد، ما هم هر کاری از دستمون برمیاد برای تجلیل از این بی بی و از این بزرگوار دریغ نکنیم و هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم. من خواهشم اینه که همدیگر رو تشویق بکنیم، مردم رو تشویق بکنیم برای اینکه عزاداری خوبی برای این بی بی داشته باشیم و بشینیم فکر بکنیم. باید بشینیم فکر بکنیم که چه کارهایی رو میتونیم برای تعظیم و بزرگداشت این بی بی و معرفی حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، چه قدمهایی رو برداریم و چه کارهایی رو انجام بدیم. حداقلش اینه که نام مبارک ایشون رو بر بچه‌های خودمون انتخاب بکنیم و نام مبارک از خدیجه رو کوچه ها، رو خیابون ها، دانشگاه ها، دبیرستان های دخترونه، روی مراکز علمی و آموزشی بیاد. ما حتی وقتی رجوع میکنیم به آموزش و پرورش میبینیم کمترین نام رو از حضرت خدیجه کبرا رو انتخاب شده و مدارس نامهای مختلفی داره، ولی نام مبارک از خدیجه کمتر به چشم میخوره یا به گوش میرسه. این حداقل کاری است که ما میتونیم انجام بدیم. کار دیگری که میشه برای حضرت خدیجه و تعظیم این بزرگوار و تکریم نام مبارکشون انجام داد اینه که به نام حضرت خدیجه جلسه روزه بگیریم. بله، هم حداقل این 3 روز آخر دهه اول ماه مبارک رمضان رو، یعنی مثلا 8، 9، 10 رو 3 شب روزه بگیریم، 2 شب روزه بگیریم. شب وفات یا شب شهادت بی بی و شام شهادت بی بی به نام حضرت خدیجه جلسه عزا و جلسه سخنرانی مدعی به پا بکنیم و مردم رو دعوت بکنیم، مردم بیان سخنران ها در مورد شخصیت حضرت خدیجه صحبت بکنن، شاعرها و شعرای عزیزمون شعر در وصف این بزرگوار بگن، مدعای بسیار عزیز و محترممون در مورد از خدیجه مدعی بکنن و جوان ها هم تو که برای حضرت زهرا به سر و سینه میزنن، برای مادر حضرت زهرا حضرت خدیجه هم به سر و سینه بزنن و برای ایشون مفصل عزاداری بکنن. یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم، که البته خب حالا هم مدعاها هم روحانیون عزیز میتونن این کار انجام بدن، در هر هیئتی که هستن، در هر مسجدی که برنامه دارن، اعلان بکنن که هر خانمی، دختر خانمی نام خدیجه کبرا داره، ما به او یک جایزه یا یک هدیه از طرف مسجد و هیئت به او عطا میکنیم تا مردم تشویق بشن برای اینکه نام مبارک از خدیجه رو به بچه‌هاشون بگذارن. حداقل کاری که روحانیون میتونن انجام بدن اینه که شب شهادت بی بی از خدیجه رو و شام شهادت رو در مورد زحمات این بزرگوار، شخصیت این بزرگوار و عظمت و بزرگواری این خانم و بی بی که مادر بزرگ همه ما محسوب میشن، مادر مؤمنین است، ام المؤمنین خطاب بشون، یعنی هر کسی که خودشو مؤمن میدونه مادرش حضرت خدیجه است و هر فرزندی باید از مادر خودش صحبت بکنه و مادر مظلوم خودش رو به عالم معرفی بکنه. ما هر چه کوتاهی بکنیم، دشمن از این کوتاهی ما بهترین استفاده رو میکنه. وقتی ذهن‌های بچه‌های ما خالی باشه از معارف اهل بیت، پر میشه از اباطیل دشمن، چون ذهن و مغز هیچ وقت خالی نمیمونه. ما اگر کار نکنیم، دشمن به خوبی کار میکنه. ما اگر پول خرج نکنیم، دشمن به نحو عالی پول خرج میکنه. و امروز نه سر نفت دعواست، نه سر گاز دعواست، نه سر زمین و اراضی، امروز سر دین دعواست، سر عقاید و باورهای دینی دعواست. ما باید حواسمون باشه که اگر امام زمان شده تشریف بردن، سرف کنده نباشیم، خجالت زده نباشیم. اگر حضرت آمدن برای مادر بزرگ ما چه کردید، هر کدوممون بتونیم بگیم آقا ما این کارو کردیم، این برنامه رو برداشتیم، این قدم رو برداشتیم، این برنامه رو ایجاد کردیم، این تبلیغ رو کردیم. چون حضرت هر چه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها در بین مردم مطرح بشه، فرهنگ ایثار، فرهنگ تربیت، فرهنگ اسلام، فرهنگ ایمان، فرهنگ از خودگذشتگی، فرهنگ فدا شدن برای اسلام در جامعه
ایجاد میشه و مردم ما از حضرت خدیجه یاد میگیرن که مالشون رو و جانشون رو فدای اسلام. حداقل کاری که میشه انجام داد یا یکی از کارهایی که میشه انجام داد اینه که ما شب شهادت حضرت خدیجه رو و شام شهادت حضرت خدیجه رو به نانوایی محل، هم کاری که برای امام حسن مجتبی میکنیم، به نام حضرت خدیجه کبرا پول بدیم به نانواها و نان مجانی مردم بگیرن و سر سفره حضرت خدیجه کبرا بشینن. امام مجتبی علیه السلام که کریم اهل بیتن، یکی از الگوهای خودشون رو، مادر بزرگشون، اهل بیت هر چه دارن از خدا دارن و خدا هم در وصف حضرت خدیجه در قرآن کریمش میفرماید کسایی که قبل از هجرت پیغمبر در مکه ایمان آوردن با کسانی که بعد از هجرت در مدینه ایمان آوردن، ایمان آنها و اجر آنها یکی نیست، که این آیه رو همه میگن در شأن مبارک از خدیجه و کسانی که در مکه همراه با پیغمبر بودن و ایثارگری کردن. افطاری بدیم به نام حضرت خدیجه کبرا، افطاری بدیم، مردم رو تشویق بکنیم که به نام حضرت خدیجه کبرا افطاری بدن. یه پارچه سیاه بنویسیم و روش بنویسیم اون پارچه سیاه السلام علیک یا خدیجه کبرا، و بالا سر در خانمون، منازلمون، مغازه‌هامون بزنیم و این عزادار بودنمون رو به مردم نشون بدیم، که خود این جزء شعائر الهی است و شعائر شیعه است و کسی که شعائر شیعه رو و شعائر الهی رو پاس بدانه و عظمت درش قائل بشه، نشانه تقوای قلبی اوست و ایمان راسخه. انشاءالله همه شما در راستای عمل به وظیفه دینیمون و دینتون موفق و مؤید و سربلند باشید.